سلام، عفت ماهباز هستم. میخواهم شما را به دیدار کسانی ببرم که به عنوان نیمه دیگر نامی از خود بر خط پای تاریخ نهادند. در نخستین برنامه من و همکارانم به سراغ سوسن فرخنیا رفتیم تا از او درباره آن روزها بپرسیم و ببینیم اکنون چی میکند و نگاهش چیست. پیش از دیدن گفتگو به گزارش کوتاهی توجه کنید. سیاسی ترها بازی خوب سوسن فرخنیا در نقش شنته در نمایش نامه زن نیک سشوان برشت را به خاطر دارد. اما بسیاری دیگر سوسن را از بازیهایش در نمایش کدو قلقلی به کارگردانی رضا بابک یا شاپرک خانوم بیژن مفید می شناسند. اجرایی که روزها و روزها سالن تئاتر شهر را مملو از تماشاچی کرده بود. شاید بتوان سوسن فرخنیا را به همراه دانلافون یکی از پایگزاران تئاتر کودکان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران دانست. سوسن برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در ادامه آموخته‌هایش با اجراهای گوناگون پرتلاش ماند و امروز با بیش از 40 سال پیشینه حرفه‌ای در تئاتر ایران و اروپا ضمن بازیگری و کارگردانی کلاس نمایشی دارد که در نوع خود تازه و بی‌نظیر است. چیزی بگویید که باور کنم خواب زنان چپ است. سوسن فرخنیا در قامت تهمینه با غرور و غم با تابوت سهرابش به صحنه می آید. غم و عزا را با درد تمام در صحنه فرو می نشاند. به جنگ ها به خشونت قرن ها پایان دهید. به این فرزند کشی پایان دهید. سوسن فرخنیا با اجازه بهرام بیضایی مونولوگ های تهمینه در سهراب کشی را با سبکی نوین با نمایش توته اثر مصطفی شفافی در می آمیزد. خانم فرخنیا، شما از محدود کسانی هستید که هنوز دستبند سبز دستتون هست و می دونم که هنوز پیمانتون رو با مادران، با خانم فهیمی، با خانم هاجر مادر ندا و بقیه مادران ایران دارید. این از کجا میاد؟ من در واقع خیلی کم توی زندگیم، حالا طبیعتم بوده یا به یه نحو دیگری نگاه کردم، مسائل رو جوگیر میشم. من دستبند سبز رو دستم نکردم چون جوگیر شده بودم اون اتفاق داشت در ایران میافتاد. دستبند سبز یادگاری سهراب عرابیه، یادگاری نداست، یادگاری یک نی بزرگ بعد از یک خفقان طولانی و دلیلی نمیبینم که من الان چون نبگم یادشون رفته مردم، نه اینکه بگم حتما اتفاقاتی داره اون زیر میفته و برای اینکه بس به طرف بهبودی بره، نمیشه که یادمون بره این عزیزان به خاطر آزادی، به خاطر یه چیز ساده‌ای که در دنیای دموکراسی، در دنیای غرب، حالا حتی 70% دموکراسیش واقعی باشه، یه چیز ساده‌ای بری خیابون بگی من با این رأی مخالفم و به خاطر این به کشته بشن یا از بین برن. اینا به یاد این بچه‌ها تو دست منه، نه به خاطر ایدئولوژی، نه به خاطر اینکه دنبال روی کسی هستم. خب خانم، باشستم شما شماله این کورشی ایستین خانم. ها انزلی چی هستم؟ گلگی بلدی؟ نه گلگی حرف نزنم. او مر
اینم به خاطر اینه که متاسفانه من تو خونه با ما گیلکی صحبت نکردن و بعدم سعی کردم یاد بگیرم، خیلی سخت بود. خیلی هم حسودی میشه میبینم میبینم یکی گیلکی صحبت میکنه، خیلی دلم بخواد یاد بگیرم ولی متاسفانه نتونستم. ولی عاشق این زبان و لهجه و اینا هستم. روی صحنه یکی دو دفعه به این لهجه بازی کردم برای اینکه خیلی دوست دارم. سوسن فرخنی خودش چجوری معرفی میکنه؟ هنرپیشه تئاتر. هنرپیشه تئاتر. یادم تو خاطرات کودکیتونه، کودکی که نیست، نوجوانی در واقع، 19 سالتونه و یه شب دیر وقت میای خونه، پدرتون درو باز میکنه میگه که کجا بودی تا این وقت شب؟ و اون لحظه ای است که تو ناگهان به بابات میگه که تئاتر بازی میکردم و پدرت به تو میگه که مگه قرار نبود که تو ادبیات تئاتر بخونی؟ من اگه تو رو تو صحنه ببینم سکته میکنم. جواب شما اینجاست، میگه که بابا شما سکتتون رو بکنید. چرا این جواب و چرا تئاتر؟ من در واقع بر حسب اتفاق رفتم تئاتر. نه استعداد خاصی از خودم تو دوران مدرسه جز شیطنت استعداد خاصی از خودم نشون دادم نه هیچی. به هر حال پرفورم کردن رو، بازی کردن رو یک نوعی دوست داشتم. من قبول ندارم که فقط جوونا هستن که به یک نوعی اطلاعاتشون چه تکنیکی چه هنری بروزه و آپدیتن. برای اینکه خیلی هستن مثل من که ممکنه هنوز خیلی، الان دیگه خیلی جوان نیستم ولی من خیلی آپدیتم و خیلی اطلاعاتم بروزه، نچنان میتونم به راحتی با جوانا رابطه برقرار کنم، با تفاوت اینکه تجربیاتم هم اضافه میشه و میشه یک همکاری خوبی باشه اگر بتونیم به یک نوعی سازمون با هم دیگه کوک کنیم. آیا هرگز اتفاق افتاده است فیلمیه که من از شما دیدم و درباره همجنسگرایانه، دلم میخواد بدونم که چطور شما و این فیلم، و میدونم که خب بیشتر به کار تئاتر علاقمند هستید، چی شد که اینو بازی کردید؟ این نویسنده و کارگردان این نمایش این رو به من پیشنهاد کرد. همزمان با هم دیگه کار میکردیم، به من پیشنهاد کرد این سناریو رو، با اینکه من خودم برای کستش موافق نبودم. فکر میکردم نمیخوره این رول واقعا به من و به الیزابت منسفیلد که همراه من بازی میکرد، ولی چون سوژه برام خیلی اهمیت داشت و فکر میکنم یه سوژه قابل توجهیه همجنسگرایی، برای اینکه روز به روز این قضیه مطرح میشه و هر چقدر دانش ما راجع به این بیشتر باشه که بفهمیم این اصلا چه نوع پدیده است، چی هست، این سوال رو جواب بدیم، فکر میکنم یک رفتار درستری رو نسبت به این موضوع در جامعهمون خواهیم داشت. یک کاری هم در دست دارین که تو این رابطه باشه؟ بله، الان کار آینده که قراره ببرم بعد از حکومت زمانخان روی صحنه، کاریست از قاضی ربیحاوی به اسم پسر زیبای من. فعلا در حال تمرین هستیم و این هم داستان یک پسر ایرونی همجنسگراست و مادرش. میخوام نظرتون در رابطه با زنان، فمینیسم، سیمون دو بوا، همه این مجموعه‌ای که شما تو این 40 سال در خارج از کشور باش روبرو بودید اگه اشتباه نکنم، یا قبل از اینکه ما شروع بکنیم یا اطلاع در این زمین داشتیم شما تو این زمینه کار کردید یا برخورد داشتید؟ من اولین معلمم برای زن بودن و یک زن آزاد بودن فروغ فرخزاد بوده، مدلم بوده فروغ فرخزاد. یادم فرخزاد وقتی تصادف کرد و مرد، من امتحان فیزیک داشتم و 17 سالم بود و ورقه سفید دادم اومدم بیرون. یادش بخیر آقای مجدآبادی معلم ما بود، اومد توی راه رو به من گفت فرخ نیا ورقه سفید دادی چی شد؟ و من های های گریه کردم، گفتم آقا فروغ مرد و یه خواهر بزرگ مرده بود. شجاعتش رو برای اینکه بگه هستم به من خیلی درس داد.
بعد هم که دیگه به خصوص با سیمون دو بوواه آشنا شدم، با آثارش، با سکس دوم، کتاب سکس دوم آشنا شدم، برای اینکه خودم را جنس دوم مرسی دوزیم سکس آشنا شدم، خب همش یادگیری بوده. و وقتی تاریخ فمینیسم رو توی انگلستان، توی فرانسه نگاه میکنیم، میبینیم، بعد تو خود ایران نگاه میکنیم و فعالیت هایی که شده تا موقعی که متعادل هستش و راجب اصلا خود زن رو بررسی میکنه، راجب این که زن به چشم دومی به خودش نگاه نکنه، این اصلا حتی وظیفه مرداست الان در دنیای جدید برای رفتن به طرف دموکراسی، برای اینکه یه جامعه سالم باشه زن نباید جنس دوم باشه. اگر نه، من همیشه دو تا چیز رو معتقد بودم، هنوزم هستم، هر گونه حکومتی توی ایران یا هر کشوری دیگه باشه که اون حکومت به خودش اجازه بده، اون ملت به این حکومت اجازه بدن که جووناشون که اصلا زندانی سیاسی داشته باشه، کسی به خاطر عقایدش بره شکنجه بشه بمیره، اون حالا با دنیای دموکراسی راه طولانی باید بره تا بهش برسه. و اینی که زن اون جامعه یک جنس دوم باشه، این دوتا رو اول باید حل کرد. مهمترین مسئله است. حالا بعدن اقتصاده، به نظر من بعدن اینه که چه اسمی از نظر سیاسی بخواد حکومت بکنه. یه ملتی نباید اجازه بده، یک جامعه ای نباید اجازه بده یه همچین رفتاری با جووناش بشه و با زنای اون منطقه. مذهب براتون چه جایگاهی داره؟ چه جور نگاه بهش میکنی؟ مذهب خیلی هم خوبه. من خیلی هم آدم های مذهبی خوب میشناسم که باشون رابطه خوبی دارم. یک چیز شخصی مذهب و اگر با سیاست قاطی نشه، چون وقتی قاطی میشه یه سری موقعیت طلب، حالا چه هر مذهبی، مگه نداریم قرون وسطا رو، مگه نداریم این همه کشیشا سوء استفاده کردن، حالا هر مذهبی باشه یه سوء استفاده میکنن از صداقت مردم، از جهل مردم در مقابله. برای اینکه چرا میریم طرف مذهب؟ برای اینکه یک چیزهای نظر علمی تو ذهنمون روشن نیست، یه رابطه ما برای طبیعت رو احتیاج داریم به خاطر اینکه چیزایی که نمیفهمیم مثل مرگ رو تحمل کنیم یا باش کنار بیاییم. واسه چی؟ از چیزایی که میترسیم کنترل نداریم روش. یا خیلی ها مذهبشون کمک کرده به یک صفا و صمیمیت تو زندگی، به یک بی‌نیازی، اینکه آز نداشته باشن نسبت به همه چی و بخوان طمع بکنن، یعنی واقعا بهشون کمک کرده که آدم‌های خوبی باشن. من مخالفتی با مذهب به این شکلش ندارم. شما غربت رو چجوری تجربه کردید و چجوری در کاراتون موفق بودید؟ هیچ وقت فکر نکردم غریبم. یعنی پلو خودم فکر کردم خب حالا که اومدم اینجا اول از همه باید زبان رو یاد بگیرم، که البته در این مورد، در مورد زبان فرانسه موفق تر بودم تا انگلیسی، برای اینکه بعدا دیگه با بچه ها و یه ذره سن بالاتر یه ذره مشکل تر بود. تازه اونم خیلی کوشش کردم، هی به خودم اطلاعات دادم و چیز یاد گرفتم و رفتم جلو. هیچ فکر نکردم، همش فکر کردم من حتی از این کسی که جلوی من وایساده فارغ التحصیل تئاتر بیشتر الان میدونم، فقط به خاطر اینکه زبانم زبان مادری نیست و اون چیز رو ندارم، تجربه اون رو ندارم، اینجا بزرگ نشدم، خب باید 3 برابر بیشتر کار کنم. برای همین هم همه اسممو گذاشتن ورکولیک. من خیلی کار میکنم، هر از صبح که پا میشم دائم هنوز که هنوزه در حال یادگیریم، تحقیقم، ارگنایز کردنم، مرتب کنم، تنظیم کنم. الان اگه اشتباه نکنم 3 کار تو دستتون هست که میخواید بله. رو صحنه بیارید. بله، الان 3 کار توی دسته و قراره که خیلی به زودی حکومت زمان خان بره روی صحنه. بعدن فقط 1 دقیقه که یک کمدی هستش با داریوش رضوانی کار کردم، میره روی صحنه و میره تور، میره فرانسه، آلمان دوباره. و همین نمایشنامه‌ای که گفتم نوشته آقای ربیهاوی هست رو کارگردانی کردم که قراره بره روی صحنه. و یک نمایش دیگه به انگلیسی به اسم سکاندال رسوایی که اون هم با شاگردای خودمون کار کردم، فقط به زبان انگلیسی نمایش که میره رو صحنه. مادرتون کجا جا داره براتون؟ چجوری نگاش میکنید الان بعد از این گذشت؟ و خودتون چه جایگاهی بر خودتون عنوان مادر دارید؟
من مادرم یک کریر بسیار خوب اداری داشته، از 16 سالگی با ماشین نویسی شروع کرد، ولی بعداً رئیس تشریفات دفتر وزیر بازرگانی بود، بعد تو کانتین وزارت بازرگانی، یعنی 6 تا بچه هم بزرگ کرد تو راه اداره. من همیشه مادرم رو در حال کار کردن دیدم و خب این به قول فرانسوی هم میگن بون سانس، بون ویوان، یه جوری زندگی رو دوست داشت، دائم هم کار میکرد. خیلی ازش یاد گرفتم، از مادرم، یعنی اون موقع نمیفهمیدم دارم یاد میگیرم. گاهی مثلا ممکن بود هرسم بخورم که چرا انقدر سرش شلوغه و اینا، ولی الان فکر میکنم واقعا یه مدل خوبی به ما داد که بتونیم، جاش خالیه، خیلی جاش تو زندگیم خالیه، عکسش توی آشپزخونه است، صبح همیشه نگاهش میکنم، جاش خالیه. گیلاندخت. گیلاندخت، او چه اسم زیبایی هم داشت. می هم شهری بود. بیناپاوش. بیناپاوش. من تئاتر شهر فرانسه کار میکردم و کارم این بود که یکی از کارهایی که میکردم این که توی قضیه، توی چیز، وقتی هنرمندا میرسیدن کشورهای مختلف، بهشون میگفتم پشت صحنه کدوم اتاقشونه چیان. و یک روز در باز شد، یه خانم لاغری اومد با موهای بلند، بچه‌ش هم بغلش بود تو، و این بیناپاوش بود، یک رقصنده ای که از تئاتر، از اپرای وین و اینا، به خاطر اینکه دیگه سنش بالاتر داشت میرفت و اینا، بهش گفته بودن خدافظ. وقتی از اونجا رفته بود بیرون، توی شهر خودش روپرتال توی آلمان شروع میکنه کار کردن، و اولین کاری هم که میکنه تمریناش رو توی تئاتری به اسم، توی کافه به اسم کافه میلر میذاره، که اولین کارش شروع میکنه تمام اینایی که از دیگه اون اپرای کلاسیک، اینا رو باله کلاسیک میرخصن قبول نداشته، اینا رو هی دعوت میکنه، شروع میکنه باشون کار کردن. یه نوع تئاتر رو رقص بود، و من شانسی رو داشتم که اینا رو هر وقت، هر سال میمدن تئاتر شهر، چون رو کار میکردم دیگه، سانتیمتر به سانتیمتر میزانسین ها این رو، و اصلا هر کارهای این فرانسه، تئاتر شهر، بله، تئاتر شهر فرانسه، اینو نگاه میکردم، و من از اون به بعد خیلی رو من اثر گذاشت پیناوش. رو کاراتون هم تأثیر گذاشته؟ فکر میکنم گاهی اینجور قاطی کردن حرکت و موسیقی و تئاتر و اینا رو، فکر میکنم یه جاهایی یه تأثیرهای پیناوش خیلی رو من گذاشته. ممنونم از شما خانم فرخ. خیلی متشکرم از من.